بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. شاگردای خوبم سلام، امیدوارستم خوب باشین. میدانم که توصیه های بی داشتی را مراعات میکنه و درس های خودم در خانه میخوانیم. امروز باز هم ما درس ادبیات دری صنف هفتم داریم. امیدوارستم کتابچه، قلم و کتاب ادبیات دری صنف هفتم نزدتان موجود باشد. خب درس امروز ما و شما چی هست؟ درس کامپیوتر است. درباره کامپیوتر میخوانیم. هدف چی است؟ ایجاد علاقه و آشنایی با کامپیوتر، تقویت مهارت‌های اساسی زبان و آشنایی با عدد. البته در بخش چی؟ در بخش قواعد دستوری ما عدد میخوانیم، عدد ترتیبی، اصلی و ترکیبی. اینا در متن درس هم پیدا میکنیم. خب پیش از اینکه به درس نو شروع کنیم، یک ارزیابی از درس گذشته داریم. هر یک تان یک جمله بگوین درباره چی؟ ضمیر مشترک. کی گفته میتونه؟ بسیار عالی، آفرین لیزا جان، بسیار جمله خود خوب گفتی. جمله تو چی بود؟ لیزا جان گفت که ما کشور خیشتن را دوست داریم. خیشتن که با رنگ سرخ نشانی شده چی است؟ ضمیر مشترک است. آفرین پروانه جان، تو هم جمله خوب گفتی. او کتاب خیش را پشت کرد. کدام کلمه با خط سرخ نشانی شده؟ کلمه خیش. بسیار عالی. کلمه خیش پس چی است؟ ضمیر مشترک است. خب زرغونه جان، تو هم گفتی. بسیار عالی، جمله تو هم بسیار خوب بود. زرغونه جان گفته که او خود به گفته های دوست خیش شک داشت. این جمله بسیار عالی هست و در اینجا کدام کلمه نشانی شده با خط رنگ سار؟ خود. بسیار عالی. خود چی است؟ خود ضمیر مشترک است. بسیار عالی. آن ما و شما درباره کامپیوتر میخوانیم. خب کامپیوتر از زمان پیدایش تا حال مسیر طولانی را در مدت محدودی طی کرده است. قبل از پیدایش کامپیوترهای امروزی، وسایل محاسباتی مختلف ساخته شده بود که قدیمی ترین آن چوت است که با آن محاسبات ریاضی را انجام می دادن. بعد از چندین سال ماشین حساب اختراع شد و همین طور طی قرنها علم پیشرفته تر شد و این بار ماشین جدیدی به نام کامپیوتر به بازار آمد که پیشرفت زیادی در علم و صنعت داشت و این مغز متفکر جای تمام ماشین‌های حساب دنیا را گرفت. نخستین کامپیوتر در سال 1946 میلادی توسط یک تیم به سرپرستی اکرت ماچلی ساخته شد. کامپیوتر در لغت به معنای شمارنده و یا ماشین حساب است و وسیله است که قادر به انجام محاسبات پیچیده و تصمیم گیری های منطقی با سرعت میلیون‌ها بار سریع‌تر از انسان می باشد. برای مثال، امروز کامپیوترها می تواند صدها میلیون محاسبه ها را در عرض چند ثانیه انجام دهد. در حالی که یک حسابدار برای انجام چنین کاری شاید بعد ها سال وقت احتیاج داشته باشد که سرانجام نتیجهش هم مطمئن نمی باشد که آیا این حسابدار براحتی تمام عملیات را درست انجام داده است یا اینکه اشتباه کرده است. کامپیوتر از 4 قسمت اساسی ساخته شده. قسمت اولش CPU، بخش پردازنده مرکزی. این بخش مغز کامپیوتر است و حافظه های دستگاه را در خود دارد. 2 مانیتور، نمایشگر. این نمایشگر به یک تلویزیون کوچک میماند اما کار دیگری را انجام میدهد. ما بر صفحه نمایشگر آنچی را که از کامپیوتر میخواهیم انجام میدهد، مانند این که واژه ها را جا به جا میکند، تصویری را کوچک یا بزرگ میسازد. میبینیم. 3
کیبورد، صفحه کلیک. این صفحه با یک ماشین حروف نگاری میماند، اما کلیدهای مخصوص نیز برای سایر کارها دارند. ما از صفحه کلید برای وارد کردن حرفها، عددها و فرمانها و کمپیوتر بهره میگیریم. 4 ماوس که توسط آن کمندها فرمانها را اجرا می نماییم. کمپیوتر تمام کارها را به آسانی انجام می دهد. خب، در این بخش ما و شما قواعد دستوری داریم. در قواعد دستوری در درس‌های قبلی شما ضمیر خواندین، انواع ضمیر خواندیم. امروز ما و شما چی را می خوانیم؟ امروز ما و شما عدد را می خوانیم. عدد از نگاه قواعد دستوری یعنی چی؟ خود عدد آن است که شماره را بیان می کنند. وقتی که ما یک چیز را می شماریم تا او را میگن عدد. خب و چیزی را که شمارده شود، مثلا چیزی که او را می شماریم او را به نام چی یاد می کنند؟ معدود یاد می کنند. مانند 2 میز، 4 کتاب، که 2 و 4 چی است؟ عدد است. و میز و کتاب چی است؟ معدود، به نام معدود یاد می شود. خب ما اول می خوانیم که اعداد ترتیبی یا وصفی کدام چی است؟ آن است که درجه و مرتبه معدود را می سازد. مانند اول، دوم، که آن را ما می تانیم که اولین و دومین نیز بگوییم. این نوع عدد را می توان قبل از معدود و یا بعد از معدود چی کنیم؟ بنویسیم. مثلا اولین شاگرد یا شاگرد اولین، یا اول شاگرد یا شاگرد اول، میتونیم به این شکل هم بگیم. 2 آمدیم در اعداد چی؟ اصلی. اعداد اصلی چی است؟ اعدادی هستند که از 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 10 و همچنان میتونیم بگیم 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100، 1000 تا این هم ادامه دارند. این اعداد به نام اعداد ساده یا مطلق هم میگن. خب دیگه 3 آمدیم در اعداد ترکیبی. اعداد ترکیبی چی است؟ به اعدادی گفته می شود که از ترکیب 2 عدد ساخته شده باشد. مثلا میگیم 12. 12 یعنی چی؟ از یک چی ساخته شده؟ از یک عدد 10 و از دونه 2 و 10 12 شد که از 2 عدد ساخته شد. این را به نام اعداد ترکیبی یاد می کنند. یا 35 یا 91، اینا را به نام اعداد چی؟ اعداد ترکیبی یاد می کنند. خب حالا شما به اعداد ترتیبی یا وصفی یک مثال بدین. چی گفته میتونین؟ آفرین آفرین ریزا جان. ریزا جان گفت که شاگرد اول. شاگرد اول گفت. بسیار عالی. شاگرد اول. و در اعداد اصلی کی یک مثال داده میتونه؟ مثلا این را میگه مریم جان. کدام مثال داده میتونی؟ مثلا مریم جان دست را بالا کرد، گفت من یاد دارم. در اعداد اصلی میگه مثلا 100. 100 100 اعداد چی است؟ از جمله اعداد اصلی هست. بسیار عالی. خب در اعداد ترکیبی که میتونه یک مثال بده؟ مثلا از 2 عدد ساخته شده باشه. اینه لیزا جان گفت که ایرام جواب داد، گفت که 55. بسیار عالی. خب حالا ما میایم درس خود خلاصه میکنیم. در خلاصه درس ما کامپیوتر خواندیم، گفتیم کامپیوتر در لغت به معنی شمارنده، یعنی چیزی که شمار میکنه، یا ماشین حساب است و وسیله ای است که قادر به انجام چی است؟ محاسبات بسیار پیچیده و تصمیم گیری های منطقی با سرعت چی؟ میلیون ها بار سریعتر از انسان می باشد. نه؟ کامپیوتر از زمان پیدایش تا حال مسیر طولانی را طی کرده است. قدیمی ترین از او چی نام داره؟ چوت. چوت شما شاید دیده باشین وقتی که ریاضی را می خواندین از چوت استفاده می کردن معلمین، شاید حالا هم استفاده کنن، و او حساب می کرد و بعد از او چوت بود و بعد از ماشین حساب شد. نه؟ نخستین کامپیوتر در کدام سال؟ در سال 1946 میلادی توسط یک تیم به سرپرستی که افرت ماچلی ساخته شد.
خب شاگردای عزیز، حالا میاییم فعالیت های کتاب رو میبینیم. این فعالیت ها رو شما در خانه هم کار کنین. حالا ما شما یکان سوارش اینجا کار میکنیم. نوشته شده که قدیمی ترین وسیله محاسباتی چی بوده است؟ کی میگه؟ آفرین، آفرین مریم جان. مریم جان میگه که چی هسته؟ چوت هست. کلتان جواب دادین؟ خب نوبت به مریم جان دادیم. بسیار عالی. خب سوال دوم آمده که نخستین کمپیوتر در یکی از سالهای زیر ساخته شد. ببینین چهار گزینه داده. الف، ب، ج، د. شما بخونین، میبینین در کتابتان هم است، در سلاید هم است، در کدامش الف درست است، ب درست است، ج درست است یا د. خب کی گفت؟ صدیق گفت که د درست است، یعنی 1946. بسیار عالی، بسیار عالی. خب سوال دیگه است، کامپیوتر چی گونه یک ماشین است؟ کی را میگه دربارش گپ میزنه؟ یک ماشین چیست؟ حساب است گفتید؟ بسیار عالی. گفتن کامپیوتر یک ماشین حساب است که مثل ماشین حساب است اما حالا به شکل پیشرفته ساخته شده. آفرین، که بسیار محاسبات دقیق محاسبه میکنه، کارهای بسیار محاسبات بزرگ انجام میده در وقت کم. بسیار عالی. در جملات زیر عدد را نشان دهید. ببینید در اینجا نوشته شده عدد شما خواندید که عدد گفتین چیزی است که چی میشه؟ شمار میشنه. و در اینجا آمده ببینید که شما در اینجا بر من نشان داده میتونین یا نه. کتاب درسی صنف هفتم دارای 28 عنوان درس است. کی میگه که در اینجا عدد کدام است؟ بسیار عالی، بسیار عالی. زرغانه جان جواب داد. زرغانه جان میگه که هفتم. بسیار عالی. گفتنی عدد ترتیبی است، یعنی نشان میده که هفتم به ترتیب آمده. هفتم، هشتم، نهم که میایم تو مرتبه ها رو به تو نشان میده که به کدام مقام قرار داره. خب سوال دیگه است که یک صف درسی باید 25 و 35 شاگرد داشته باشد. خب بسیار عالی، عدد ترکیبی است. و سوال دیگه آمده که میگه وظیفه کیبورد چیست؟ اینو شما در خانه نشته کنید، در کتابچه‌تان باز روز دیگه میبینم. و سوال دیگه از عدد اصلی و کدام عدد گفته میشه. دیره میفهمین عدد اصلی و کدام عدد گفته میشه؟ مثلا عدد یک، دو، سه، تا ده و همچنان. کدام عدد؟ ده، بی، سی، چل و پینجا و هزار و بینا. چی عدد اصلی گفته میشه؟ خب آمدیم در بخش دیگه فعالیت ها. خب سوال آمده گفته که کامپیوتر از چند بخش ساخته شده؟ ببینید کامپیوتر از چند بخش ساخته شده؟ الف چهار گزینه داده، ب الف دو بخش، ب پنج بخش، ج چهار بخش، د شش بخش. آفرین، کلتان یاد دارین؟ چهار بخش. بسیار عالی. سوال دیگه آمده که اعداد زیر نمایندگی از کدام اعداد میکنند؟ سومین، چهارمین، هفتمین، دهمین. تا هفتمین که رسیدیم، دهمین رسیدیم، چند اینمی چهار تا رو بگین چی هستن؟ اینا کدام اعداد است؟ اعداد ترتیبی. بسیار عالی. خب پنج کیرس، پنج و سه و هفت و سی و چل، اینا کدام اعداد است؟ اعداد اصلی. بسیار عالی. نهم هم چی است؟ اعداد اصلی. خب دیگهش چی است؟ صد و هزار، شست، شست و صد و هزار، یا چی است؟ اعداد اصلی. بسیار عالی. دوازده چی است؟ اعداد ترکیبی. بسیار عالی. پینجا چی است؟ اصلی. بسیار عالی. نود یک چی است؟ ترکیبی. بسیار عالی. شست چی است؟ بسیار عالی. بسیار عالی. دو هزار چی است؟ دو هزار. بسیار عالی، ترکیبی. یعنی از دو عدد ساخته شده، یک هزار است، یکی دوست، ترکیبی میشه. بسیار عالی. خب کی برای ما بر اعداد ترتیبی، اصلی و ترکیبی دو جمله میگه؟ جمله بگید. سوسن جان میگه که زرغونه چهارمین شاگرد صنف است. چهارمین از جمله اعداد چی هست؟ چهارمین عدد چی گفته میشه؟ بگید عدد ترتیبی. نه پیشتر خواندین که چهارمین عدد چی هست؟ ترتیبی. لطیفه جان گفتن که ما در طبقه چهارم زندگی میکنیم. چهارم چی است؟ عدد ترتیبی. بسیار عالی. خب
کی راجی به عدد اصلی یک جمله میگه؟ بسیار عالی. مریم جان میگه که من در جیبم 80 افغانی دارم. 80 چی است؟ عدد اصلی است. بسیار خوب. راجی به عدد ترکیبی کی جمله میگه؟ بسیار خوب. بنفشه جان میگه که درس ما به صفحه 91 است. اینمی سوالا میگه اینه در صفحه 91 است. بسیار عالی. 91 چی است؟ عدد؟ عدد چیست؟ ترکیبی، یعنی از دو عدد ساخته شده. بسیار عالی، بسیار عالی. خب شاگردای عزیز، اول خب درس خلاصه کنیم که ما و شما امروز چی خواندیم. امروز ما و شما راجع به کامپیوتر خواندیم و در بخش دستور زبان ما چی خواندیم؟ عدد خواندیم و انواع عدد خواندیم. انواع عدد چی بود؟ انواع عدد شما گفتین که عدد اصلی بود، عدد ترتیبی بود، عدد ترکیبی بود و راجبه ای هم کار کردیم و دیدین که فعالیت های کتاب هم کار کردیم، موضوعات شما خوب درک کردیم. اگر کدام سوال ندارین درس ما ختم است و در این قسمت براتون کارخانگی میتونم. کارخانگی تیم چیست؟ در مورد ارزش کامپیوتر شما در خانه بشینین، نوشته کنین یک متن که در او اعداد نشان بدین. مثلا کدام عدد اصلی رو نشان بدین، عدد ترتیبی رو نشان بدین، عدد ترکیبی رو نشان بدین. خب شاگردای عزیزی بود درس امروز ما. امیدوارستم که درس ها یاد گرفته باشین و تمرینایش در خانه هم انجام بدین، کارخانگیتان انجام بدین و همچنان به درس آینده هم یک نظر کنین که باز صنف که خواندیم خب تر یاد میگیرین. تا درس بعدی که دوباره شما را میبینم، خدا حافظ و ناصرتون.